به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه برنگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، آدم کشان، مصادره کنندگان، آخوندها، امامداران و بیامامگان، ریشداران و بیریشان، و در پایان در یک صفت همه مشترک دزدند، دزدند، دزدند. این دزدان با اجازه الله دزدی می کنند. این دزدان دزدانی هستند که الله بهشون اجازه داده هر کاری دلشون میخواد روی زمین بکنن. نتیجتاً یه حکومت الله، اولین حکومت الله رو روی زمین درست کردند و با اجازه الله مشغول به دزدی هستند. از همه چیز میدزدند. این دزدان دولتی دارن و مجلسی دارن و رهبری دارن و اکبری دارن و همشون هم خر تو خرن، سپاه دارن، رئیس سپاهشون یه بونقلتونه، انتظاماتشون دزده، قضاییشون دزده، مقننه‌شون دزده. در کشوری که به قول بعضی ها سابقه تاریخی زیادی داره، 1400 سال ما اسیر تازیانیم و به محض اینکه خواستیم پا بگیریم در صحنه گیتی، حمله دوم تازیان شروع شد و تازیان دزد و چپاولگر به ما حمله کردند. البته دفعه اول یا دلایلشو نمیدونیم، یا اگه میدونیم نمیگیم، یا نمیگیم خودمون رفتیم و کمک کردیم، چون تاریخ این رو نمیگه. کتابی هست از علی میرفطرس به نام ملاحظاتی در تاریخ ایران، بخونید جنایات و مقاومت ها رو ببینید. ولی در بار دوم، چون من حاضر بودم اونجا، مردم با رضا و رغبت گفتند ما مدرنیته نمیخوایم. آقای جلال احمد فرمودند در غرب خبری نیست، ما میخوایم برگردیم به 1400 سال پیش. یک گجستک دروغگو در لباس آخوند شروع کرد، یعنی همه آخوندها گجستک دروغگو هن، این سرکرده شون بود، شروع کرد به دروغگویی و وعده دادن و ما هم خب دهنمون وازه واسه وعده. همین الان یارو مرتیکه شیره‌ایه میگه برید کشته شدین شهیدین، من اینجا نشستم دوزیامو میکنم، شیرمو میکشم. اون روزم رفتن دنبال 700 تومن، رفتن دنبال آزادی، رفتن دنبال استقلال، رفتن دنبال جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی اومد اسلام نو محمدی رو برای شما برپا کرد. هر کسی هم باهاش همکاری کرده بود یکی یکی ترتیبش رو داد. اونایی که تونستن در رفتن، اونایی که نتونستن قلع و قمع شدند. بعدم یه دهی چون ما ایرونیا عادت کردیم امام حسین بازی در ریم، اومدن واسه شون امام حسین بازی در آوردن. ما مرده ها رو همیشه امام حسینشون میکنیم و میشینیم براشون حب میگیریم، چله میگیریم، سال میگیریم،
5 سال میگیریم، 10 سال میگیریم، هر سال میریم سر قبر مصدق. چیکار کرده؟ خیلی، کلی مدرسه ساخت، کلی بیمارستان ساخت، کلی خیلی خدمت کرد، کلی دانشجو فرستاد خارج، کلی ارز وارد مملکت کرد. این که هر سال ما بزرگداشتشو میگیریم. رضا شاه چیکار کرد؟ رضا شاه کاری نکرد، چادر به زنا رو برداشت. پس بنابراین ما نمیدونیم کی اومده کی رفته. بعدیم هنوزم داریم با شعار زندگی میکنیم، شعور نداریم. به این دلیل دزدان با حمایت الله از آسمون و با پشتیبانی الله زیرزمینی بر ما مسلطند و ما مثل ببعی وسط دوتا الله گیر کردیم. هر روز صبح آخون میره تای چاه، هر چی گیرش اومد میخوره میاد بیرون، کاغذه رو نشونه تو میده، میگه امام زمون امضا کرده. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، و جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. عده‌ای به من اعتراض کردند چرا میگی دین اسلام دین زورگویی است. همون کتابی که اشاره کردم بخونید. من کاری ندارم به عربا چجوری زور گفت، چجوری با شمشیر زد همه رو لتپار کرد که بگن لا اله الا الله. اینا زور نیست، اینا غزوه است، جنگ نیست، اینا اصلا زورگویی نیست، کاروانزنی زورگویی نیست، دزدی هم نیست، غزوه است. در عرض 8 سال از که 70 تا جنگ داشت، یکیش دفاعی بود بقیهش حمله بود. میخوای سر خودتو کلا بذاری بذار. زورگوییه. همین الان تو داری زور میگی. ببین این کتابو دیروز من براتون وقت نشد بخونم. من مجبورم چون تعدادش زیاده خیلی تونتون براتون بخونم. میگه پیداست که مقداری از این رسائل و کتب چاپ نشده و نسخه های آنها به صورت دست نوشت بود. لحاظا این قلمزن برای سرعت بخشیدن به کارش بیش از همه به فراهم کردن منابعی که چاپ شده بودن پرداخت. دست نوشته شده ها رو گذاشتم کنار تا در فرصت‌های دیگر و امکاناتی که پیدا شود به تهیه عکس یا رونوشت سایر منابع بپردازد و پس از تهیه نسخ چاپی، چاپی منابع به برگنویسی و استقراج فرق و مذاهب از آنها پرداخت. هنوز 5-6 منبع را برگنویسی نکرده بود که تعداد برگهایش به نزدیک 300 رسید. تونتون براتون میخونم، فکر میکنم تا آخرش هم بخونم. اباهیه، ابازیه، ابرامیه، اتحادیه، اثریه، اثناعشریه، احدیه، اخشبیه، اخنسیه، عریه، ازارقه، ازدریه، ازرقیه، ازرقیه، اسحاقیه، دوباره اسحاقیه، اسماعیلیه، دوباره اسماعیلیه، اسماعیلیه واقفیه، اشعریه، اطرافیه، افعالیه، افتحیه، امامیه، اصحاب زواهر، اینا الفش بود، باستیه، باطنیه، باقریه، بطریه، بدعیه، براهمیه، بزیقیه، بشریه، بکریه، بوستانیه، بهشمیه،
به هیشیه بی هیشیه تارکیه تراجیه تعلیمیه تناسخیه تومنیه اینها من روی ته هستم چند صفحه است اینجا اگه بخوام بخونم که آخرینش معتزله است صفحه 109 من صفحه 84 هستم این 300 تا رو میگه تازه پیدا کردم و نوشتم کتاب دبستان مذاهب دو جلده این فکر کنم جلد دومش باشه حالا همه اینها میگن من درست میگم بقیه مزخرف میگن همه اینها اگر زور نداشته باشن تو سری میخورن نوکرت میشن اگه زور داشته باشن میکشنت این تازه مال فرقه هاییست که از طرف شاخه شیعه اومده بیرون اونورم شاخه های زیاد داره تو فکر میکنی که تافته جدا بافته ای و خدا تو رو خلق کرده وسط ایرون که ببره بهش وسط خانوم بیاره بقیه رو میبره جهنم سیخ تو ماتحتشون میکنه میسوزونه 700 تومن میدن در خونتون برو بکش زنا مال تو مالشو غارت کن او وقت به من میگی چرا میگی این دین زور میگه تو مکه که محمد زور نمیگفت برای اینکه زور نداشت به محضی که تو غارت تو کاروانزنی نخل موفق شد پول و زور اومد دستش و گفت الله گفته مردم ریختن گفتن چون عربا فقط کارشون غارت بود دیگه گفتن یه رئیس دوزا پیدا کردیم که به دستور الله همه کارا رو حلال کرده من دارم تاریخ رو برات میگم باور من چاکر محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم هم هستم چون تو اونجوری شناختی تو با تاریخ کاری نداری تو نمیخوای شرح احوال و زندگانی محمد رو بخونی ببینی چیه کتاب خیلی راحت در دسترس همه تونم هست ندارم اینجا اینجا هست 23 سال نوشته علی دشتی این 23 سال 23 سال زندگانی محمد از تاریخ 40 سالگی تا 63 سالگی من همین جوری بازش میکنم میگه این دانشمند میگفت این اوراقی که به اسم قرآن در میان دو جلد قرار گرفته به اجماع مسلمین کلام خداست در کلام خدا اشتباه راه نمییابد پس این روایت که عثمان و عایشه به جای هازا حزین خوانده اند فاسد و نادرست است تفسیر جلالین به طرز ملایمتری به رفع اشکال برخواسته و میگوید در این تثنیه در هر سه حالت نصب و رفع و جر با الف آورده می شود ولی ابو عمرو نیز مانند عثمان و عایشه حازین قرائت می کرده است در سوره نور آیه 33 است شریف و انسانی که ما را از وجود یک رسم زشت و ناپسند در آن زمان آگاه می کند ایرادایی که خود مردم خود بزرگان اسلامی به این کتاب گرفتن نه به این کتاب به کتاب این 23 سال این ویراستار آقای بهرام چوبین است که مقدار زیادی نوشته اولش از تولد محمد شروع میکنه
سال 570 میلادی کودکی از آمنه دختر وهب در مکه چشم به زندگی گشود و او را محمد نامیدند، تا روزی که از دنیا میره. یه عبدالرحمن آن دست راست که علی را بر نزده بود زود آورد و بر دست عثمان زد و بیعت کرد و گفت بارک الله لک فیمام. دیگه عثمان چیز کرد. بعد از مرگ محمد ماجرای خلفای راشدین رو میگه. خیلی راحته، بخون زندگی حضرت محمد ابن عبدالله بدون یک کلام توهین از نظر تو. چون اگه تو به تو بگن که مثلا عبای حضرت رسول وصله داشته، میگی چرا توهین میکنی به اسلام؟ اینا یاد گرفتین عقاید منه، به عقایدم توهین نه، به اسلام توهین نکن. محمد عرب نبوده، ایرانی بوده. بعدم تو که شیعه ای، علی نماد شیعه گری رو بخون تا ببینی چی میشه. آخر وقت دیروز جواب یکی از دوستانی که برای من ایمیل فرستاده بود که چرا شما برای برنامه احتیاج دارید. ببینید دوستان عزیز، من اصلا احتیاج ندارم بشینم این حرفا رو بزنم. این حرفا رو من همه رو خودم بلدم. این حرفا رو اگه میزنم برای گروهی میزنم که فکر میکنم در آینده مملکتم مقصر خواهد بود. حالا اگه نبود من عوضی فکر کردم. من امام حسین که نیستم علم لدرنی داشته باشم. من اینجوری فکر میکنم، بر مبنای فکرم این کار رو دارم میکنم. برای اینکه این کار رو بکنم باید آزادی کامل داشته باشم، باید برنامه خودم باشه. مثل اینکه یه دکتری میاد یه ساعت برنامه اجاره میکنه، یه حسابداری میاد یه ساعت برنامه اجاره میکنه، حرفای خودشو میزنه. کسی نمیتونه به اون دکتره بگه آقا راجع به آپاندیس حرف نزن، حتما راجع به درد گلو حرف بزن. میگه من اینی که بلدم راجبش حرف میزنم. اگر قرار بشه من اسپانسر داشته باشم، اسپانسر بعد توقعاتی از من داره. اون کسی که پول داره پولشو بی خودی خرج نمی کنه. حالا اگه اسپانسری بیاد هیچ توقعی نداشته باشه، 6 ماه خرج منو بده، بعد 6 ماه یهو منو لنگ بذاره، من باید چیکار کنم؟ بعد از جیب بدم همه رو دیگه، چون متکی به اونجا بودم و مورد اتکا جا خالی کرد رفت، کارش هم نمیتونم بکنم. آقا وضع زندگی خراب شده، بیزنس خوب نیست، دیگه نمیتونم بدم. پس بنابراین مجبورم با شماها، یعنی پشتیبان من و این چیزی که به من میگه که تو این کاری که میکنی درسته، یه عده‌ای میفهمنت و دنبالت هستن. چون یه عده‌ای به من مای 50 دلار رو دارن میدن، ولی این عده تعدادشون کمه. خیلی ها هستن میگن میدیم فردا نمیدن، حتما یه گرفتاری براشون پیش اومده. اومدم کتاب فروشی میکنم. یعنی شما کتابی رو که میخرید میدونید این کتاب به شرط چاقوه، این کتاب انتخاب شده است، این کتاب روشنگره، این کتاب به خرد شما اضافه میکنه. نمیدید یه کتابی بخرید بعد ببینید توش اونی که میخواید نوشته شده یا نه. من حتی در یک مورد، چرا یک موردی که تلفن کرد به هم گفت، کتابی بود که آقای هوشنگ معین‌زاده ویراستاری کرده بود، پیامبران خرد، اعتراض کرد بهش، گفتم پس بفرست، گفت نمیفرستم.
گفت یه مقداری راضی نبود ازش. و شما دیدید بعد از اون، هیچ وقت من پیامبران خرد رو نمیگم، اون شش کتابی که هوشنگ معین‌زاده نوشته میگم، ولی پیامبران خرد رو نمیگم، حکایت من امام زمان میگم ولی اونو نمیگم، خیام و دروغ دلاویز میگم اونو نمیگم. توی هر کدوم از این کتابا بین 12 دلار تا 20 دلار برای من که این برنامه رو میگردونم استفاده داره. الان فکر میکنم از امروز rezafazili.net رو اگه برید خیلی به سادگی میتونید برنامه ها رو پیاده کنید. کسانی که میخواستن دانلود کنن از روی rezafazili.com نمیتونستن، از روی rezafazili.net میتونن. اما این خرج داره، خرج رو من باید بدم، چون خودم اون قدرت رو ندارم. من 2.5 سال کار نمی کنم، من از پس انداز دارم میخورم، زندگیمو میگردونم، گرفتاریم ندارم. اگه 10 سال دیگه زنده باشم اون پس اندازم جواب زندگیمو میده، چون خوشبختانه بچه هام از دانشگاه یکی یکی اومدن بیرون، خرجم افتاد. پس بنابراین برای اینکه این نون بخورم احتیاج به این کار ندارم، ولی برای اینکه بتونم کتابی که 1400 سال روی پشت ما سنگینی میکنه بشکنم، خودم فکر میکنم دارم این کار رو میکنم. نمیدونم درسته یا غلطه ولی دارم میکنم. برای همین همیشه به شما میگم هر جایی که من حرف اشتباه میزنم بریزنش دور. وقتی به من ایمیل میفرستی میگی آقا اینجا رو اشتباه کردی، پیروز یه پیامی برای من بود که آقای فاضلی در مورد اون شخصی که شما اون مسائل رو راجع به اون نقطه‌ای که در فضا دیده خوندی، این آدم چیز نبود، فضانورد نبود، دانشمند فضایی بود، دستش درد نکنه، حتما او درست میگه، چون نشونی میداد که این در رادیو تلویزیون عمومی اینجا برنامه داشته سالها و 3-4 سال هم هست مرده. ولی چون جمله‌ای در اون بود که نوشته بود وقتی آدم به فضا میره به حالت دیگه‌ای قرار میگیره و برمیگرده، من فکر کردم چون نمیشناختم، من همه چیزو که نمیدونم که 100% اون آقا درست میگه و ازش هم بسیار سپاسگزارم که اینو گفته. شما اگه چیزی میبینین به من بگید. آقا میگه که آقا مبنای کار اسلام بر دزدی نبوده، آقا کتابا اینجوری داره میگه. 2 سال اولی که حضرت رسول فرار کرد از مکه رفت به مدینه، ببخشید مهاجرت کردن، اگه بگم فرار کرد به اعتقادات بعضی ها بر میخوره ولی عمل فراره، اما تو نباید بگی فرار، باید بگی مهاجرت. میدونید یه چیزایی رفته تو کله ما، این بیرون نمیاد. محمد رسول خدا یه انسان بود مثل من و تو، اینو من نمیگم، خودش میگه، میگه من یه بشری هستم مثل شماها. برید زندگی محمد رو بخونید، ببینید جدش چجوری به دنیا آمد و ببینید خودش چجوری به دنیا آمد. ما تا نمیدونی، هرچی آخونده تو گفته تو هم گفتی با
قرآن لوح محفوظه، از میلیاردها سال پیش الله بوده، اما دعوای ماریه و قبطیه و نمیدونم حفصه و عایشه هم توش بوده، خاطرخواهی محمد به زینب بنت جحش هم توش بوده، لوح محفوظ از دوران خیلی قدیم بوده، بعد توش بوده که ای محمد تو به چیز دختر عمت و دختر دایی تو دختر خالت و دختر همه همه به تو حلالم، ای محمد هر کی خودش تقصیر تو میکنه به تو حلاله، ای بابا از اول دنیا این لوح محفوظ فکر پایین تنه محمد بوده. این تو قرآن نوشته، من نمیگم، تو قرآن نوشته، هم لوح محفوظ هم گرفتاری های زیر شکم محمد. تو هرچی میخوای باور کنی باور کن، نمیخوایم باور نکن. من نقل قول قرآن رو دارم برات میکنم، اگه به اعتقادات توهین میشه قرآن به توهین میکنه، اگه من کفر میگم قرآن داره کفر میگه. از اول دنیا، قبل از خلقت آدم، قبل از هر چیزی، قبل از اینکه خدا اون گلا رو قاطی هم دیگه بکنه آدم بسزه، این قرآن تو لوح محفوظ بوده، اما جملات ناسخ و منسوخ داره. خود قرآن میگه ما هیچ وقت جمله رو نسخ نمی کنیم که یک دونه بهترش رو براتون بیاریم. خب همون وقت که اونجا بود اصلاحش میکردی، از اول درست میگفتی. تو سرت کلا میخواد بره بره، من سرم کلا نمیره. اگر حقیقتی رو بگی، ما ایرونی ها دوست داریم همه چیزو فرش رو برداریم بزنیم زیر خاکا رو بزنیم بعد فرش بنزیم روش، بگیم نه اینجوری نبود. تو مسئلهمون میگیم اینشالله که گربه است، آخونده نشسته بود داشت غذا میخورد، سگی وارد شد گفت پیشت دستگر اینجوری کرد، توی باور آخوندی اینه دستش نجس شده، غذا و اینا رو خورد و بعد نگاه کردید سگه روش این برکه، گفت پیشته ایشالله گربه است. سر تا پاش دروغه. شما نگاه کنید خمینی جز دروغ چی به شماها گفت، نگاه کنید این اسلامیونی که پاسدار اسلام ناب محمدی هستن جز دروغ چه چیزی به شما میگن. نمیدونم یا من نمیفهمم یا ببخشید من نمیفهمم، چون شما همه تون میفهمید. مرحله سوم این امام حسین نامه رو براتون میخونم. میگه سوم، ابوالفضل رفته بود آب بیاورد. این داستان آب آوردن ابوالفضل بیشتر و تحترین افسانه عاشوراست. به اندازه این داستان مسخره ساخته شده که کمان می کنم با یک بار مرور آن دیگر نیازی به تجزیه و تحلیل نباشد. داستان از این قرار است که آقام ابوالفضل که مسلمانان ماشینشان را بیمه ایشان می کنند برای رفع تشنگی لشکر حسین به دل دشمن زده و مشکی را از آب رودخانه پر کرده، در مسیر برگشت شخصی آن دستش را که مشک را گرفته بود قطع می کند، نجتا این دست با مشک می افته زمین. حضرت مشک را با دست دیگرش می گیرد، چجوری حالا بعد می رسیم بهش، و به راهش ادامه می دهد. دوباره یک از خدا بی خبر آن دست دیگرش را هم قطع می کند.
حضرت اکنون مش را با دندانش میگیرد و در آخر چند تا از خدا بیخبر دیگر وی را به شهادت میرسانند. این چیزاییست که آخوندها میگن و ما میزنیم تو سرمون گریه میکنیم، قربون ابوالفرج میشیم. لطفا یکی برای من توضیح بدهد که حضرت چگونه مش را از دستی که قطع شده میگیرد؟ آیا حضرت از اسب پیاده شده میرود مش را که همراه دست قطع شده اش روی زمین افتاده بر میدارد و دوباره سوار اسب میشود و میرود؟ دوباره آن یکی دستش که قطع میشود چه کار میکند؟ آیا حضرت باز از اسب پیاده شده میرود به سراغ دست افتاده، دلا شده مش را با دندان میگیرد؟ آیا در این میان که هی حضرت از اسب پیاده و دوباره سوار میشده کسی نبوده ایشان را بکشد؟ یا اصلا هیچ کدام از آنها رخ نداده و پیش از آن که دست مبارکشان را قطع کنند حضرت بر اساس مهارت‌هایشان مشک را به هوا پرتاب کرده اند، با آن یکی دست گرفته و به دنبال آن دوباره به هوا پرتاب کرده، این بار با دندان می‌گیرند؟ مگر حضرت هنرمند سیرک بوده است؟ اصلا دست حضرت چگونه قطع شده؟ از موچ، از آرنج، از کتف و با چه چیز قطع شده؟ با شمشیر؟ خاطرم هست در یک مراسم مذهبی در محرم روزخان گفت با کمان به سوی دست حضرت نشانه رفتند و دست را قطع کردند، مگر کمانهای آنها تبر پرتاب می کرده؟ خونریزی شدید ناشی از قطع شدن دست در این میان کشک بوده؟ آیا حضرت به خاطر حضرت بودنشان چند لیتر بیشتر از انسانهای معمولی خون داشتند که در میانه راه به دلیل کمخونی نمرده اند یا دست کم از هوش نرفته اند؟ به راستی مذهب عقلی را که فکر می کند نمی رو باید؟ این مثل این که آخرش بود. بله، و قسمت بعدی که ما برای محرم داریم، چون اینا مرتب برای محرم برای من ایمیل میاد، اول یه افشاگری راجع به سایت نئونازی های ایران، این رو میخوام چون براتون بخونم. یه کاغذ مداد داشته باشید، چیزهای توش هست که اگر بخواید یادداشت کنید به دردتون میخوره. بعد همین یه صفحه است، عکس دو تا خانومه که سیاه پوشیدن و بسیار زیبا هم هستن، موهاشون هم تا اینجا بیرونه. نوشته چند سالی محرم در ایران، شاید اگه بگم تهران بهتر باشه، تبدیل به نوعی کارناوال شده. سالها از اون موقعی که عزاداری مردم تو تکیه ها و حسینی ها به روزخونی و سینه زنی بعدش خلاصه میشد گذشته. حالا ایرانی ها ثابت کردن که میشه توی هر موضوع و موقعیتی اصل مدرنیزم رو حفظ کرد. محرم های این سال که حسین پارتی شاید بهترین لقب برایش باشد رو ممکنه منظور من رو درک کرده باشید. اینطوری درک کردم، بهترین لقب رو برایش هیئت ها بدون توجه به فلسفه شکل گیری هیئت مدام تو فکر توپوزنی و روکم کنی همدیگن. هیئت حاجی فلانی رو دیدی؟ یه تبل خریدن به این بزرگی، روی چرخی مرون برش میکنن، اونم دو نفری، پنج تا هم دغلزن دارن، یعنی منظور دغلزنه، لامصب ارتشی میزنن مثل کره. من این اصطلاحاتو بلد نیستم. بدون شک هر چقدر تعداد تیغه های علامت به هیئت بیشتر باشه، اون هیئت فضای معنوی تری داره، عزاداری هاش تو محل تکه، هیچ کس هم برای عزاداری به هیئت نمیره. بیا بریم این هیئت فاز یک
هم یه خورده پیاده روی میکنیم، هم مهشید گفته با مامانم اینجا میام، با مامانم اینا میام اونجا. اوه اوه نمیدونی چه دفایی، دف منظورش دفه، چه دفهایی میان این هیئت نادر لامصب یکی از یکی خوشگلتر. آهان داف، این حتما اصطلاح یعنی دختر. میگم من نمیدونم همه اصطلاحاتو. امسال دیگه مخه رو زدم. اینا رو معنیشو شماها که تو ایرونین میفهمین، من نمیفهمم. جلب توجه مهمترین اصل برای رفتن اکثر پسرهای جوان به هیئت هاست. دخترها هم که انگار میان دستچین، خوب دقت، میان دستچین. دخترها هم که انگار میان دستچین، خوب دقت میکنن یه دونه قوی هیکل و خوش تیپش رو انتخاب کنن. نصف صاحب هیئت ها هم برای جلب توجه اهالی محل ظاهر سازی هیئت رو به پا کردن، وگرنه امام حسین کیلو چنده. این یه چیزای اصطلاحات بچه های تهرونه. به هیئت ها برید، حتما جدیدترین مدل مو، مدل شلوار، مدل مانتو، آرش های جدید سال و کلن هر چیزی که مربوط به جدیدترین مد باشه رو کشف خواهید کرد. البته اگه به این بخش از عزاداری های امام حسین علاقه دارید، به مناطق خاصی از تهران باید تشریف ببرید. تجربه نشون داده مناطق بالای شهر، اکباتان، شهرک غرب از بهترین گزینه ها برای این نوع از عزاداری ها خواهد بود. تشکر ویژه‌ای هم میکنم از بانوان محترمه که با حضور خودشون در هیئت های عزاداری باعث جوگیری بیشتر پسران ما و در نتیجه زدن محکمتر زنجیر بر روی شانه های خود میشوند. خیر ببینیم. وقتی که همه چیز زوری باشه، چشم گوش مردم باز شده. من یه ایمیل دیروز براتون خوندم، یه ایمیل امروز. دیده طبقه جوان راجب امام حسین فکر میکنه، میگه ابوالفضل این مشک به دستش بود، با شمشیر زدن، با تبر زدن، یا از اینجا قطع شده، یا از اینجا قطع شده، یا از اینجا. قبلا نمیدونست که این قطع میخواد بشه، که اینو بندازه بالا با این یه دست بگیره، چون ناغافل قطع میکنن. وقتی قطع میکنن این میفته زمین، بعد حضرت با اون دستش بر میداره، چون یه دست بیشتر نداره، کنترل زیادی نمیتونه داشته باشه که دولا بشه از رو زمین مشک و دوباره برداره، که هم اسب رو کنترل کنه همون کار رو بکنه. ولی حضرت چون حضرته این کار رو میکنه، با همون اسبش دور میزنه و یا رو شمشیر به دستم که از آدم دو دست نمیترسید، حالا از آدم یه دست میترسه و فرار میکنه. حضرت دور میزنه، میاد مثل این کابویا اونو از زمین بر میداره. دوباره یارو که از حضرت عباس یه دست ترسیده بود بر میگرده، این دست هم قطع میکنه. این دفعه دیگه نمیتونیم بگیم حضرت میره زیر شکم اسب، دلالا میشه با دندون میگیره. باید بدون دست از اسب پیاده بشه، بره با دندون ورداره، بدون دست سوار اسب بشه. حالا چند نفر شما ها میتونین سوار اسب بشین که ببینین که بدون دست چجوری میشه سوار شد؟ این خرده، این فکره که وقتی بهت میگن بگی چجوری، چطور ممکنه همچین اتفاقی بیفته، چطور شده که در یک جای دنیا یک نفر این کارا رو میتونه بکنه و به قول ایشون انقدر خون تو بدنش زیاده که قطع دست ها خون ریزی اصلا براش ایجاد نمیکنه.
بابک خرمدین رو وقتی دست راستش رو زدن، با دست چپش خون رو گرفت زد به صورتش، گفتن چرا این کار میکنی؟ خلیفه جانشین رسول خدا گفت که دینش دین زور نیست، گفت برای اینکه ای سگ کثیف، بعد از اینکه خون از بدنم میره صورت من زرد میشه و تو فکر میکنی من تو ترسیدم. ولی حضرت ابوالفضل هرچی خون از بدنش بره قدرتش زیادتر میشه، اما اونجایی که میخواد به جنگ قدرت نداره. این کوسه و ریشپناری که آخوند بهتون میگه، اگر تو مغزتون یه خورده باهاش بازی کنید که چه جوری میشه. یا اینکه من خیلی آدم دارم الان داره من نگاه، آقا من نمیخوام اینا رو بفهمم، حق با شماست، من مخلص شما، تو میخوای شمع خاموش کنی، هیچ گرفتاری نداریم، شمع شما خاموش، کاغذهای ما چطور شد؟ اینجاست. پس بنابراین زندگی امام حسین اون چیزی بود که دیروز براتون گفتم. قصه هایی که آخوندها می سازن، ابوالفضل و علی اصغر و علی اکبر و نمیدونم قاسم و ما این نوحه ها رو همه رو می خوندن. شب اول چی می خوندیم؟ شب دوم چی می خوندیم؟ هنو محرم نیمده بود، هر رو تو کوچه بودن مردم سیاه بتن کنی، شال عزا گردن کنید، حسین رسید به کربلا. یاد گرفته بودم. تو جرعت داشتی بگی حسین کیه؟ حسین رو تو مغز من چپونده بودن. وقتی که این ماجرای گفتار حسین رو که گفته ایرانی ها رو باید کشت و زنانشون آورد در مدینه فروخ میخوندم، یه بابایی رو من بحرین بود، کجا بود، بنگ کرده بود به من تو کتاب خوندم این نیست، جهنم که نیست، همه دنیا میگن هست، تو نیست، تو میگی نیست، نیست که نیست، من سر کار نمیتونی بذاری. بعد چون مسلمون دروغگوه یه لیست سیتایی کتاب نوشت، من این کتابا رو میخوام، گفتم من به تو کتاب نمیفروشم، چون میدونستم اون کتاب خرنی داره، من سر کار میذاره. هی تلفن میذاش بهش تلفن کنم، اون هم تلفن دستی، نه تلفن خونک، تلفن رو میترسید بذاره. در انقلاب فرهنگی دانشگاه 27 ترم ممنوعیت از تحصیل برای 17 نفر، این رو فردا راجع به دانشجوها و دانشگاهی ها و کارهایی که دارن میکنن صحبت میکنیم. این شعری برای من اومده، کلاس اولی ها. وقتی کلاس اولی ها نان ندارند، چتری برای موسم باران ندارند، وقتی برای اولین موضوع انشا یک خاطره از فصل تابستان ندارند، وقتی میان این تمول های رنگین در هفت سین سفره جز قرآن ندارند، وقتی برای بارش یک ابر تازه سقفی به روی خانه ویران ندارند، وقتی برای بخش کردنهای ساده حتی به دست خیش اطمینان ندارند، وقتی غروب جمعه های تلخ و دلگیر حس خوشایندی از این پایان ندارند، دیگر به آن مردی که روزی زیر باران با اسب می آید به یقین ایمان ندارند. افشای هویت راه اندازان سایت نئونازی های ایران برای کسانی که اگه بخوان یادداشت کنن.
سایت نئونازی های ایران در جمهوری اسلامی راه اندازی شده و شبکه مخابرات آن را حمایت می کند. این در شرایطی است که دولت نهم گلوی تقریبا کلیه سایت های مفید و خبری خود را گرفته است. سایت نئونازی های ایران توسط شخصی به اسم مهران چیتساز به آدرس استان گلستان، گرگان، خیابان ولی عصر، میدان عدالت، خیابان چهارم مرداد، پلاک 38. یه بار دیگه میخونم براتون: استان گلستان، گرگان، خیابان ولی عصر، میدان عدالت 26، خیابان چهارم مرداد، پلاک 38 و شماره تلفن 76 71 53 69 93 98. یه بار دیگه شماره تلفن رو میخونم: 76 71 53 69 93 98. ثبت شده است. خدمات سرور این سایت نیز از سوی شرکت پویاسازان فناوری می شود. پویاسازان.org وبسایت اون شرکت پویا با POUA پویاسازان.org. اطلاعات در استان اصفهان. من بی تقصیرم. آقای خامنه ای، علی شیره ای، رهبر مفعول، فرمودند که هر کسی بره در فلسطین و با اسرائیل به جنگه جزو شهداست. شراره می نویسه: آقای خامنه ای، این گوی و این میدان بروید شهید شوید. سید علی خامنه ای در پیام خود گفته است: همه مجاهدان فلسطین و همه مؤمنان دنیای اسلام به هر نحو ممکن موظف به دفاع از مردم بیدفاع غزه اند و هر کس در این دفاع مشروع و مقدس کشته شود شهید است. با امید آن خواهد داشت که در صف شهدای بدر و احد در محضر رسول الله صلی الله علیه و آله محشور شود. آقای خامنه ای، راه شهادت به روی شما باز است. از شما انتظار می رود که در دفاع مشروع و مقدس در غزه شرکت کنید، شهید شوید تا در صف شهدای بدر و احد در محضر رسول الله صلی الله علیه و آله محشور شوید. چه جایی بهتر از آنجا؟ آقای خامنه ای، لطفاً از کاخ امن و جای گرم خود بیرون بیایید. همان تفنگی را که در نماز جمعه به دست میگیرید بردارید و به غزه بروید و بجنگید تا شهید شوید. چرا معطل هستید؟ شما مسلمان و نماینده الله بر روی زمین هستید. چه کسی از شما برای شهید شدن شایسته تر است؟ چه کسی شایسته تر از شما برای محشور شدن در محضر رسول الله صلی الله علیه و آله؟ مثل امام حسینتان به صحنه جنگ بروید و شهید شوید. ما منتظر حرکت شما هستیم. شما خود باید نخستین فردی باشید که به فتواهای خود عمل می کند. به گفته خودتان، همه مؤمنان دنیای اسلام به هر نحو ممکن موظف به دفاع از مردم بیدفاع غزه اند. اینجا خامنه ای میگه من مؤمن اسلامی نیستم، من رهبر مفعولم. مگر شما مؤمن نیستید؟ شما فلسطینی هم که دارید، شال فلسطینی هم که دارید،
کسی هم جلوی شما را نگرفته است. مدعیان بزرگ جهاد در تهران مانند رفسنجانی، احمدی نژاد، خاتمی و سرکردگان رژیمتان را هم با خود ببرید تا مردم باور کنند که واقعاً به حرفهایی که میزنید ایمان دارید. قصدتان به کشتن دادن جوانان ایران نیست. شورای نگهبان، کابینه احمدی نژاد، نمایندگان مجلستان را هم ببرید. من اضافه میکنم تبیله های تشخیص مصلحت و شورا را هم با خودتون ببرید. در جنگ ایران و عراق راحت در منزلهاتان نشسته بودید و 1 میلیون ایرانی را به کشتن دادید. این بار نوبت عمل خود شما هاست. راه باز است. باور کنید راه باز است. اگر برای پرواز به غزه مشکل مالی دارید، من حاضرم برای شخص شما بلیت هواپیما رزرو کنم. مطمئن باشید اسرائیل از ورود شما به غزه جلوگیری نخواهد کرد. ما ایرانیان از شما انتظار داریم به جای اینکه شیر در خانه ایران باشید و روباه در بیرون، بیرون یعنی صحنه جنگ، شیر میدان واقعی نبرد باشید. شاید پس از رفتن شما به صحنه نبرد بعضی از مقلدان شما نیز باور کنند که نمایش هاشان در تهران فقط یک بازی و سرگرمی در جای امن نیست، یک حرکت جدی است. شاید آنها پس از شهید شدن شما و محشور شدنتان با رسول الله از خیابانهای امن تهران به سوی غزه حرکت کنند. آقای خامنه ای، این گوی و این میدان، این یک ایرانیه. اون احمقایی هم که را میفتن تو خیابون مثل میمون از دیوارا بالا میرن، اونا هم فارسی حرف میزنن. من اگر زحمتی میکشم، اگر از خودم مایه میذارم، اگر جونم و کف دستم گرفتم و این کاری که دارم میکنم و برای شماها امروز عادی شده این کار، میدونید که سنگ نمیشه آدم، چون همتون میترسیدید سنگ بشید. سنگ نمیشید. حرفتونو بزنید. سنگ نمیشید. اینجا اگه به یه نفر بگی امام حسین میگه وات؟ اون چیزی رو که تو کله ما کردن، واسه ما ساختن، با اون سوار ما شدن، این رو از کلتون بیارین بیرون. نمیخواید نیارید. من حرفم حرف روشنگریه. من رو این دختر و اون پسر تشویق میکنن دنبال کارم برم، دنبال هدفی که دارم برم. من به نسل آینده ایران امیدوارم. من مطمئنم اگر اتفاقی بیفته 90% بسیجی ها حرف من رو قبول میکنند. اون 10% هم باید به درک فاصل بشن، چون اونا به اونا زور گفتن. با امیدی که یک روز خرد پهنه گیتی رو بگیره، از صدقه سر همه پهنه ایران رو هم بگیره. دوستان عزیز، این برنامه مال شماست. به این برنامه کمک کنید، چون کمک شما کاری میکنه که توی ایران هر روز، آقای به من نوشته که آقای فاضلی این برنامه که هر روز اول برنامه بگی 7 دقیقه 8 دقیقه، این رو بیا کوتاهش کن. من هر روز چیزای مختلف میگم، به بهانه دزدی، به بهانه اللهی که نمایندگان دزدش هست، حرفای متفاوت میزنم. من هر روز ایمیل میگیرم که آقای فاضلی 1 ماه من تو رو پیدا کردم. آدمی هم هست 28 ساله داره با من میاد،
آدمی هست میگه من تو را از اون وقتی که هنرمند سینما بودی میشناختم. نسل جدید نمیدونه چی به چیه. بچه 19 ساله نمیدونه شاه کی بود، مصدق کی بود. اینجا حرف دیگه ای ندارن، میشینن این حرفا رو با هم دیگه میزنن. امیدوارم خرد به همه ما کمک کنه و تا فردا صبح خرد نگهدار شما باشه. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارد.